شانه می رفتم، چشم و پیشانی تو را در رو در فراق و بیم دعا خواندم، بارها بر جنازه ات مردم از فلسطین و جا به تاشیلی رد پای تو منده بر جاده، از تولد زمین و بشر نام تو از زبان نیفتاده. خواندن از تو فرشته آزادی با دهان های بسته هم زیباست، دیدن دی پرنده زخمی آرزوی تمامی دنیا. خواندن از تو فرشته آزادی با دهان های بسته این هفته در خدمت کسی هستم که به آتش زدن عکس‌های سران رژیم در برنامه‌های هنریش معروف است. خانم گیسو شاکری، خواننده، بازیگر تئاتر، نویسنده، شاعر و فعال سیاسی، در این گفتگو از مشاهدات خودشون در دادگاه حمید نوری، یکی از عاملین قتل عام 67 میگن و روی نکات مهمی از صحبت‌های شاهدین و شاکیان پرونده حمید نوری انگشت می‌ذارن. خانم شاکری همچنین خواسته ای هم از خانواده های شاعران و نویسندگانی که در جریان قطرهای زنجیره‌ای در زمان ریاست جمهوری خاتمی کشته شدن داره. سلام میکنم به شما خانم گیسو شاکری عزیز، به رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید. سلام میکنم به شما و خسته نباشین، واقعا با این همه فعالیت هایی که میکنین خیلی زحمت میکشین و من یکی به نوبه خودم خیلی قدردان کارهای شما هست. خواهش میکنم خانم گیسو شاکری، دفعه آخری که من در خدمتون بودم در جریان قیام آبان 98 بود، سال 2019 میلادی. توی این دو سال چه فعالیت هایی کردین؟ میدونم از دست من خیالتون راحت بوده، ولی چه فعالیت هایی کردین توی این دو سال؟ فعالیت که به حال این دو سال کرونایی که بگیم، خب فعالیت هایی که خصوصی بوده کم نبوده از نظر کاری و اینا. یه سری پروژه هایی رو داشتم انجام دادم، دو تا کتاب چاپ کردم، سه تا ترانه ضبط کردم. بعد پروژه هایی که داشتم شامل سه تا کتاب بوده، یه فیلم بوده، یه نمایش بوده، خب از این کارا بوده دیگه. ولی خب خیلی سخت بود برای اینکه تو دوران کرونا با این رعایت پروتکولا خیلی فشار بود واقعا، ولی خب بالاخره تو هر شرایطی باید کار کنیم. حالا اینا این بخش کار بود، حالا جلسات اینترنتی، نمیدونم تظاهرات، اینا هم که خب دیگه اصلا چیزای اصلی زندگی ماست. و دادگاه حمید نوری از ماه آگوست. درسته. خسته نباشید، موفق باشید همیشه توی کاراتون. خانم شاکر، این گفتگویی که الان با هم میخوایم انجام بدیم هم درباره دادگاه محاکمه حمید نوری هست. فکر نمیکنم دیگه احتیاج به معرفی داشته باشه این شخص. شما خودتون چند جلسه توی دادگاه، حالا یا توی صحن دادگاه یا اینکه توی اتاق مجاور حضور داشتید، و اگه ممکنه فضای حاکم بر این اتاقها رو برامون کمی تشریح کنین لطفا؟ حتما. از اولین روز دادگاه حمید نوری خب من در دادگاه بودم. یعنی یه چند جلسه فقط غیبت داشتم تا امروز، و اون به علت به قول خودمون گفتنی مرخصی استعلاجی بوده. غیبتتون موجه بوده. آره، یه سه چهار جلسه بود که من شدیداً مریض بودم و نمیتونستم برم، ولی خب همه رو گوش میدادم، با همون از راه دور گوش میدادم. خب شروع جلسات، حتما شما قبلا هم با دیگرانم صحبت کردین، خب خیلی مهم بود و اینکه شرکت در این جلسات واقعا نشون میداد که ما چقدر به این مسئله اهمیت میدیم. و بعد تظاهرات هر روزه جلوی دادگاه که واقعا همینجا من باید به همه بچه های مجاهدین که هر روز و هوادارا که هر روز دم دادگاه بودن و حتی یک روز هم غایب نبودن، به جز یه چند روزی که تظاهرات جلوی پارلمان داشتیم، و تمام مدت اونجا و با شعاراشون و با حضورشون واقعا صحنه رو اصلا برگردونده بودن. اصلا یه صحنه هایی رو آدم میدید که واقعا خیلی جالب بود و فراموش نشدنی و تاریخی.
انقدر که چندین بار جلسه دادگاه تعطیل شد، چون حمید نوری گفت که صداهایی که از بیرون میاد، صدای بچه‌ها که شعار میدادن، مثل شکنجه است بر من. یعنی با وقاحت تمام اینو گفت. و رئیس دادگاه، خب اینجا یک کشور دموکراتیک، دادگاه باید خیلی دموکراتیک داره بشه و رعایت حقوق هر انسانی رو اینا میکنن، چه قاتل باشه چه دقیقا. این خودش هم یه درسی به ما کشور دیکتاتور زده میاییم هم میده دیگه. دقیقا، یعنی من فکر میکنم هر پدیده که به وجود میاد برای ما یک درس برای آینده ایرانه. یعنی من یادم هست که خب اوائل خیلی همه برافروخته میشدن، رئیس دادگاه چرا داره به حرف این گوش میده، ولی در پروسه این روزها، در پروسه این محاکمه، همه متوجه شدیم که خب حقوق هر انسانی رو باید رعایت کنن، چه نوری باشه، چه هر کس دیگه، چه خامنه ای باشه، باید بتونه تمام اون پارامترهایی که برای حقوق یک انسان اینجا بس کردن بتونن رعایت بکنن. و خب اینو در مورد نوری دیدیم، بارها و بارها صدا می اومد، بعد این تعطیل میشد دادگاه، بعد میرفتن توضیح میدادن به تظاهر کننده های بیرون که صداتون رو باید بیاریم پایین، قانون رو. به هر حال با همه اینها جلسات دادگاه خب خیلی 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 خوب و خیلی اثرگذار پیش رفت، مخصوصا که خب وقتی که بچه های مجاهدین، شهدای مجاهدین اومدن، اصلا دادگاه یک شکل دیگری به خودش گرفت و این فجایعی که در این روزها در زندان گوهردشت پیش اومده بود، خب همینجوری هی تکرار میشد و بارها و بارها خود من تو اون اتاقی که نشسته بودم و اینو میدیدم، واقعا نمیتونستم به احساساتم غلبه کنم و اشکام میومد پایین، انقدر که صحنه ها تکان دهنده بود. شهدایی یا مثلا شاکیایی بودن، از بچهای چپ بودن که خانواده های چند تا از بچهای چپ بودن، خاطرم هست که یکیشون وقتی که راجع به اینکه شوهرش و برادرش رو کشتن و اون دست کرد و دستش رو کشید، گردن بندش رو نشون داد و گفت از اون فقط این حلقه برای من مونده. خب خیلی خیلی واقعا اثرگذار بود، در واقعا واقعا. و بعد تک تک بچه، بعد دیگه خب خیلی صحنه های تکان دهنده اونجا آدم میدید. و بعد وقتی که به شهادت مجاهدین که رسید و تعریف هایی که اینا میکردن، میگم مثلا خود من همیشه اینو میگم به بقیه هم میگفتم، من خب در جریان این جنبش دادخواهی و در جریان افشای این جنایت های دهه 60، خب خودتون میدونید دیگه، هر سال از این کشور به اون کشور میرفتم و توضیح میدادم، تمام خاطرات این بچه ها رو خونده بودم، خب رفقای خود من اعدام شده بودن، یعنی به هر حال در جریان بطن کار بودم. اما وقتی توی اون دادگاه نشستم و اینا حرف می زدن، فکر کردم من هیچی نمی دونم، هیچی نمی دونم واقعا که به تک تک این بچه ها چه رفته و چقدر اینا واقعا رنج کشیدن. اما چیزی که خب باعث افتخار بود و اون مقاومتی بود که اینها از خودشون نشون داده بودن، این سر موزه بودناشون بود و اینا بود که خیلی برجسته بود در دادگاه. وقتی که خب یه آدمی رو بهش میگن تو فقط انزجارنامه بنویس، البته اینم بهتون بگم که خب کسانی هم بودن که اینا رو امضا کرده بودن، اما یک مسئله هست و اون که وقتی اومدن از زندان بیرون دیگه ادامه ندادن به همکاری با رژیم، فرقشون اینه. اینا اومدن و به مقاومت پیوستن و به مبارزه پیوستن، سر مرز کشتن شدن بعضیاشون، دوباره هم دستگیر شدن بعضیاشون. یعنی نکته باریکتر زموییه اینجا که این مقاومتی که اونها کردن واقعا ارزشمنده و ادامهش، یعنی وقتی از زندان اومدن بیرون نرفتن با رژیم همکاری کنن، یا اگه تو زندان بودن نرفتن بشینن بغل دست یه پاسدار بقیه رو لو بدن، اینجاست فرق اینا، یعنی این ارزشی که اینها دارن، این بچه ها داشتن.
و خب دیگه این ادامه داشت و صحنه های خیلی تکان دهنده بود در دادگاه تا رسید به جریان شهدای، برخی از اینها شاکی بودن، و بعد رسید به شهدای مجاهدین و بعد سفر دادستان و رئیس دادگاه به آلبانی که اونجا اصلا دیگه صحنه دیگه‌ای باز شد. یعنی وقتی که اونها ماکت زندان گوهردشت اونجا گذاشتن، وقتی چشمند اومدن نشون دادن، یعنی کارهایی که باید به نظر من از اولین روزها اینجا انجام میشد، ولی خب به هیچ وقت دیر نیست، و اونها خیلی کنکرت، خیلی مشخص و عینی نشون دادن که این بندا کجا بودن، از کجا میدیدن که این کامیونا میومد و جنازه ها رو میبرد، اتاق اعدام چجوری بود، و فیلم نشون دادن و نشون دادن که اینا رو چجوری به صف میکردن و میبردن، راه روهای اعدام چیه، این راه روها چی بود که اینا میگن. چون ببینین برای یک سوئدی، برای یک غربی، اینا اصلا خیلی بیگانه است این چیزا. بعد وقتی اونا نشون دادن اونجا که راه روی اعدام این بود، با اون فیلمی که نشون دادن، اینا رو اینجوری می بردن به سمت سالن آمفی‌تئاتر اعدام، همون حسینیه، و چگونه این چهارپایه ها رو می کشیدن از زیر پای اینا، این چهارپایه و چجوری اینا، یعنی تمام صحنه ها رو خیلی عینی به اعضای هیئت دادگاه نشون دادن. البته میگم هیئت دادگاه، وکلای نوری اونجا نبودن، وکلای نوری در دادگاه استکهلم بودن و با فیلم اونجا پخش می شد و اینجا ما می دیدیم دادگاه آلبانی رو. و شما خیلی... تصویری میدیدین اینا رو؟ بله بله بله. سالن دادگاه اینجوریه که یک سالونه و بعد یک اتاقی هست که با شیشه جدا میشه از سالن دادگاه. در اون اتاق بخشی از خبرنگارا میتونن بشینن و تعدادی که میتونن بیننده باشن، شاهد این رو دادگاه باشن. و چون مسئله کرونا بود، صندلیا رو محدود کرده بودن. ولی روزایی که نوری خودش داشت شهادت میداد، من فکر میکنم به خاطر مسائل امنیتی اون اتاق شیشه‌ای فقط ماله، یا حتی فکر میکنم خبرنگارا اونجا هم نبودن، توی اتاق دیگری پایین دادگاه نشسته بودن. ولی کسانی که میخواستن ببینن دادگاهو توی یه سالن دیگه‌ای خارج از اون محل، اونجاست، اون سالن رو گذاشته بودن برای اون افراد، که اونجا ما با تصویرای بزرگ تلویزیونی میدیدیم دادگاهو، دیگه از پشت شیشه نمیدیدیم. چون شما از پشت شیشه که دادگاهو میبینین، قیافه منحوس دشخیم نوری رو میبینین و حرکاتی که از خودش در میاره و علم و اشاره هایی که میکنه، اینا رو هم خب آدم شاهدش هست میبینه. اولین باری که این فرد رو دیدین چه احساسی داشتین نسبت بهش؟ اصلا من نمیتونم بگم حالم چجوری بود، همش با خودم فکر میکردم که خیلی باید مواظب باشم عکس‌العملی یه وقت نشون ندم. چون به هر حال دادگاه، شما هر کسی، مثلا یه بار یه نفر خندیده بود بلند به این و اخراجش کردن از دادگاه، و اون سعی میکنه که شما رو تحریک کنه با رفتارش، مثلا میاد مثل چشم ابرو میاد، سرش رو تکون میده، نمیدونم یه حرکاتی میکنه که شما رو تحریک کنه. یعنی حتی حالا اونایی که تو دادگاه نشستن اونا میدونن که حواسشون هست، ولی اینایی که پشت شیشه نشستن هم اونا هم همینجور خیلی باید مواظب باشن، وگرنه خب اخراج میشن از دادگاه. و اولین باری که من اینو دیدم، اصلا قیافه بقیه دشخیمای رژیم هم جلو چشمم بود. یعنی اینا با این هیبت و با این وقاحت و با این لبخند کثیف و منحوسشون بچه های دست گل ما رو به دار کشیدن. ولی از یه نظرم خوشحال بودم که زنده هم من دیدم که این نشسته اینجا، و این امید در من هست که ببینم خامنه ای و رئیسی و اژه‌ای و نیری و رازی، بقیه جنایت کن و بقیه دشقیماشون و بقیه شکرینجگراشون رو که دستن در کار این مسئله بودن، ببینیمشون در دادگاه. فکر میکنین خانواده های کسانی که کشته شدن اونا هم همچه احساسی داشتن وقتی اینو دیدن؟ صحبت کردیم باشون؟ بله بله. خب اونایی که خانواده بودن، شاکی بودن، آمده بودن، خب بعضی هاشون یکی دو بار عکس العمل نشون دادن به رفتارهایی که اون میکرد.
یعنی مسخ حالت مسخره کردن، حالت خنده های تمسخرآمیز میکرد و اونا عکس العمل نشون دادن، اذیت میشدن، شوخی نیست قضیه. و خب وقتی بیرون میومدن، خب همین احساس دوگانه ای که من داشتم رو هم اونا داشتن، هم خوشحال بودن، هم خب برای اونا خب خیلی دردآورتر بود دیدن آدمی که برادر تو کشته، دیدن آدمی که پدر تو کشته، خواهر تو کشته، یعنی خب خیلی دردآورتر بود برای اونا. اما اونها هم همینجور اون احساس رو داشتن که خوشبختانه داریم میبینیم که در صندلی اتهام نشسته اینجانی و امید نشستن دیگر دشقیمان در صندلی. خب این خوب بود واقعا. فکر میکنم همه ایرانی ها همچه احساسی داشتن. بله. من جمله خود من و فکر میکنم امید بیشتری بهمون داد که مطمئن هستیم که یک روزی، حالا اگه خامنه‌ای زنده موند یا نمون فرق نمیکنه، سران رژیم به هر حال باید در برابر قاضی بشینن و به جرمشون رسیدگی بشه. دقیقاً. البته یه نکته ای هم بهتون بگم، حالا اینکه رژیم چه قصدی داشت با عوامل خودش این آدم رو بیاره و اینجور مثلا دستگیر بکنه و بعد حالا به چه قصدی برسه، خوشبختانه واقعا باید ما سپاسگزار این مقاومت باشیم که دست اینو رو کرد، این نقشه رو باز کرد و بعد با شهادت مجاهدین و بخش دیگر از بچه های چپ. خب به هر حال ما چه، این یه واقعیت تاریخیه که 99% از اعدام شده ها مجاهد بودن و با شهادت اینها واقعا اصلا صحنه دادگاه تغییر کرد. یعنی هر قصدی که رژیم داشت نقشه بر آب شد، رو سرش خراب شد. بله دقیقاً رو سرش خراب شد و خب ادامه داره، حالا ببینیم که به کجا میرسه. درسته. شهادت مجاهدین و هواداران مجاهدین تموم شده فکر میکنم و الان جلسات بچه های چپ هست. آخرین جلسه کی بود خانم شاکری و چه کسی شهادت داد؟ بله، شهادت بچه های مجاهدین بعد از آلبانی تموم شد. اما باید اینم بگم که اما ماکت الان در استکهلمه. ماکت در استکهلمه و خوشبختانه دیگه اینی بچه های دیگه، کسایی که میان شهادت بدن، میتونن از رو ماکت نشون بدن. شهادت بچه های مجاهدین خیلی عالی بود در آلبانی و خیلی خیلی صحنه های تکان دهنده بود، مخصوصا اونجایی که یکی از شاهدا فکر کنم مسخره مهدی‌زاده بود گفت که خودش دیده، خودش اونجا بوده و دیده صحنه رو و از صحنه‌ای که دیده اصلا دکنت زبان گرفته. خب اینا خیلی خیلی مهم بود و بعد اینکه همه اونا کامل کردن، هر چیزی که بعد گفته میشد کامل شد. اما از هفته پیش ما سه شاهد چپ داشتیم. مهرزاد دشتبانی بود، پیکار، قاسم خاکسار بود از اتحادیه کمونیستا، آذرنوش همتی بود از پیکار که آخرین جل... نه یکی دیگه از بچه ها هم بود که وای اسمش یادم رفت الان، از بچه های پیکار بود، اونم که ارمنی بود و نکته خیلی مهمی بود که اینها مجبورش کرده بودن که بگه مسلمانم. یعنی این اقلیت، حالا توی این تعریف های قضایی که میشه، اونو مجبور کرده بودن که بگه من مسلمانم. یادم نیست که کی بود، الان حضور ذهن ندارم، الان یه پرسیده من حضور ذهنم از دست دادم. مهرداد نشاطی ملکیان، بچه های اقلیت بود، ببخشید، از بچه های اقلیت بود. با اون شروع شد و بعد دیگه رسید به دیگر بچه های چپ که آذرنوش همتی آخرین شاهد بود و خیلی خیلی نکات خوبی رو، همشون نکاتی رو اشاره کردن. مهمترین نکته این بود که حمید نوری، همین حمید عباسیه، اینا مهمه. این که تعداد مجاهدینی که در بندا بودن و کشته شدن خیلی زیاد بوده، این که یکیشون گفت یک بند از مجاهدین خالی شد و همه رو اعدام کردن، این که گفتن شکنجه شدن، این که حمید نوری، همین حمید نوریه. حالا بعضی هاشون ممکنه مثلا در بازجویی پلیس
چون میدونین خیلی راحت نیست ما اگه جای این بچه ها بشینیم و در اونجا اینا تجربه کردن بازجویی‌های خیلی سختی رو و الان نشستن در دادگاه دیدن حمید نوری بازجویی شدن ممکنه و حرفایی که مثلا در اداره پلیس زدن زد و نقیض باشه که اصلا نقشی نداره در حکم دادگاه چون اون چه که مهمه اون چیزی که این آدم در دادگاه میگه کما اینکه وکلای حمید نوری خیلی سعی کردن از این تضادهای چیزی در بیارن ولی بی خودی تلاش کردن چون اصلا فرق نمیکنه. چیزی که مهم بود این بود که همین چند نکته است که این حمید عباسی همین آدمه در دادگاه مرگ بودن، در کوریدور مرگ بودن، شکنجه شدن توسط این آدم. مثلا مهداد دشتبانی گفت که این آدم بوده که سر منو زده زمین، گردن منو گرفته و کوبیده به میز. یعنی ما اینو میخوایم از دادگاه، چیز دیگه نمیخوایم. چی دیگه؟ آذرنوش همتی چند نکته رو اشاره کرد که مخصوصا یک نکته خیلی مهمی رو که الان بهش اشاره میکنم و این که این آدم رو سال 59 بازداشت میکنن و سال 67 آزادش میکنن. این ملیکش بوده. ملیکش توضیح بدین یعنی ملیکش کسیه که مثلا شما رو بازداشت میکنن به شما 7 سال حکم میدن، بعد از 7 سال حکم شما باید آزاد بشی دیگه. بعد از اون آزادت نمی کنن. دیگه ملی داری میری. یعنی دیگه هم اونجا هستی. بدون اینکه حکم تمام شده ولی داری روزایی رو میگذرونی که حالا اینا به اصطلاح ملی کشه. اتفاقا آذرنوش همتی یه توضیح داد در مورد ملی بودن بعد از ملی شدن نفت و جنبش نفت. یه توضیحاتی در دادگاه داد که البته خب قطعش کردن چون ربطی به دادگاه نداشت. اینا ملی کش بودن. حکمشون تمام شده بوده. بعد آزاد میشدن. ولی یه 7 سال تو زندان 67 آزاد شدن. حالا این یه نکته بود و اینکه او گفت که با 60 تا از مجاهدین ملیکش بودن همشون و 99% اونا اعدام شدن. و بعد نکته خیلی مهمی رو که آذر میگم هر کدوم از شهدا که میان یه نکته خیلی مهمی رو بهش انگوش میذارن و اون این بود که اینا بعد از اینکه آزاد یعنی خیلی هاشون رو بهشون میگن به این شرط آزادتون میکنیم که حالا انصراف بدین یا بگین دیگه مبارزه نمی کنین یا محکوم کنین یا هرچی. و بعد خانواده های اینها رو و اینها رو سوار اتوبوس میکردن و میبردن جلوی دفتر سازمان ملل. برای چی؟ که اینا بگن ما تایید میکنیم این رژیمو. ما زندانی های سیاسی آزاد شده هستیم که فکر تایید میکنیم این رژیم رو. یعنی کثیف‌ترین کاری که اینا انجام میدادن. یکی از یا میبردنشون جلوی خانواده های اینا رو میبردن جلوی مجلس شورای خودشون و بعد که اونا اونجا تظاهرات میکردن که درود بر مثلا جمهوری فلان، درود بر فلان، درود بر فلان و محکوم میکنیم کسانی رو که علیه رژیم فعالیت کنن. یعنی کثیف رژیم خیلی، یعنی این نکته خیلی مهمی بود که آذرنوش بهش اشاره کرد. البته ما اینو تو کتابا خونده بودیم بعضیا، ولی اینجور که یه شاهد بیاد بگه که وقتی آذرنوش کنن با خانواده سوار اتوبوس میکنن اینا رو میبرن دم دفتر سازمان ملل. یعنی ببینین اینا نه فقط جسم این بچه ها رو له میکردن، روح اینا رو میکشتن، روحن اینا رو میشکستن. خیلی سخته برای این آدم ها. خیلی سخت بوده این صحنه ها. و خب واقعا می دیدیم که هر کدوم اینا که می شستن و می خواستن شهادت بدن چه لحظاتی رو طی می کردن. یعنی خب یه تراماست، یه فشاره و برای آدمایی که این فشارها رو داشتن نشستن در این دادگاه هم یه ترامای دیگه است. و بعد از دادگاه و بعد یادآوری این چیزا و بعد دادستان هی مرتبا میگه که برین سر اصل مطلب. یه سوال میکنه مثلا میگه شما چند سال تو زندان بودی؟ خب خیلی از بچه ها شروع میکنن از اول گفتن و دادستان دوباره میگه خب حالا من این سواله چند سال تو زندان، یعنی سوالو میخواد جواب بگیره. اون بعضی وقتا خب بیرونم که آدم میاد خب بعضی میگن بابا چرا سوالو دیر جواب میدن اینا. ما
اینو باید درک بکنی. من میدونی خودم با بچه‌هایی که شکنجه شده بودن، یه موقعی کار میکردم، بوسنیایی که از بعد از یوگسلاوی فروشی شدن، اینا شکنجه شده بودن، یه سری زنایی که بهشون تجاوز شده بود و اینا، من با اینا کار میکردم و بعد میدیدم که اینا یک دنیا حرفن، سری نمیتونه بره سری جواب سوال. میدونین اینو اگه درک بکنیم میفهمیم که یه شاهد وقتی میشینه تو دادگاه، درسته که باید بره سر اصل مطلب، ولی انقدر حرف تو سینه داره، انقدر درد تو سینه داره که هی میخواد در کوتاه‌ترین زمان یه بخششو بگه به اینا که اینا بفهمن. میدونی اینه که بعضی وقتا این چیزا پیش میاد که مثلا خوبی که درک بکنی، مسئله که فرصتی پیش اومده که اینا حرف بزنن، آره اصلا خودشون رو آماده گذاشتن که هر چی تو دلشونه بریزن بیرون دیگه. آره منتها خب زمان کمه، اونا احساسی با قضیه برخورد نمیکنن، دادستان و رئیس دادگاه اداری با قضیه برخورد میکنه، اونا احساسی نشستن اونجا، اون کف پاش له شده، کف پاش داغونه از شلاقایی که خورده، از کابلایی که خورده، روحش از دیدن اعدام رفقاش، از اینکه تا امروز نشسته بوده داشته باهاش غذا میخورده، فردا میاد میبینه ظرف غذاش مونده توی سفره، میفهمه که اعدام شده. یعنی اینا خیلی چیزایی که خیلی درک میخواد، و اینکه این بچه هایی که میرن اونجا میشینن و بازجویی میشن، اینا خیلی استرس هم دارن اون موقع، خیلی راحت نیست، خیلی راحت نیست. هستن هم بچه هایی که خیلی همشون هم کنترل سعی میکنن داشته باشن، واقعا واقعا لحظات سختی رو این بچه ها همشون، چون یاداوریه، یه فیلم سینما دوباره جلوشون رد میشه، دوباره میرن توی سلول، فیلم سینمایی که خودشون با پوست و گوششون، دقیقاً. یا مثلا خب نکته هایی هست که مثلا رئیس دادگاه دادستان هی تذکر میده، مثلا میگه که بگین من، نگین ما رو بردن. بله بله بگین من. خب اولا که من اتفاقا راجع میام با بچه اونجا صحبت کنم، میگم که ببین اولا ما یه فرهنگ داریم، ببین همین الان من میگم ما یه فرهنگ داریم، بله فرهنگ ما ماست، فرهنگ غرب منه و این اختلاف بین ما هاست. یعنی شما یه بچه 7 ساله توی کلاس درس نشسته، معلم بهش میگه که چرا مثلا دفتر بغل دستی تو برداشتی، میگه آقا ما ور نداشتیم به خدا. بله آقا ما حتی برای اجازه برای آب خوردن، آقا ما بریم آب، آقا ما بریم، میگه بله. اسم چیه؟ میگه آقا اسم ما حسن غلامیه مثلا. بله یکی دیگه هم خب بازم یه مقدار جواب سوال و کش دادن، به جز مسئله احساسی که این بچه ها در دادگاه دارن، اون یه امر دیگریست. کلن بازم این قضیه فرهنگیه، یعنی که مثلا یکی از من میپرسه که پیرن تو از کجا خریدی؟ خب جوابش اینه که از فروشگاه ایکس خریدم. خب جواب چجوری من میدم؟ میگم که این یک پیرنی بود، نمیدونی من سالهاست دنبال یه همچین چیزی میگشتم، رفتم تو خیابون 3 تا مغازه پشت سر هم بود، آقا گرون بود، گرون بود، نمیدونی رفتم توی همه رو میگم بدون اینکه بگم اسم مغازه چی بود. دقیقاً میگه مثلا قرمه سبزی رو چجوری، این قرمه سبزی که پختی چقدر خوشمزه شد، چجوری پختی؟ میگه وای وای نگو، مادر بزرگم یه قرمه سبزی میپخت اینجوری اینجوری، خالم اینجوری اینجوری اینجوری. واقعیت اینا فرهنگیه، اینا مسائل فرهنگیه که حتما اینو مشاوران یا مثلا وکلا حتما اینو بعدن با اونا صحبت میکنن که یه سری چیزها از فرهنگیه. فکر نمی کنین خانم شاکری یکی دیگر البته از دلایلی که اینها از کلمه ما استفاده میکنن این است که اونجا همشون جمعی زندگی میکردن؟ بله میگم مسئله بچه های زندان باز فرق میکنه. یکی حالا اون مسئله ما بودنه، ما اصلا جمعی هستیم، یکی اونه، یکی این که بابا 10 سال 15 سال زندگیشو ما گذرونده، ما بودن، یک گروه بودن و این گروه با هم تصمیم میگرفتن، با هم یه کار میکنن، به هم مرس میزدن، ما بودن، من نبودن. اونایی که من بودن کسایی بودن که وصل شده بودن به دشخیما، چون از این گروه کنده شده بودن، شده بودن من و مای همراه با دشخیم تشکیل داده بودن.
اینا مای مقاومتن، اینا مای سرموزن، اینا مای زجر کشیدن، اینا مایی هن که از هم جدا نبودن، غذاشون رو با هم قسمت میکردن. نمیدونم اگه غذا کم بوده، ما تصمیم میگرفته که از غذا کم بکنه به اون کسی که بیشتر احتیاج داره بده، رخت خوابشون رو تقسیم. ما زندگی اصلا یکی بودن. فکر میکنم یکی از شاهدین توی این جلسات روی این نکته رو توضیح داد برای داستان ها و برای دادگاه. بله. من فکر نمیکنم گرفتن منظور که در نه این اونا میدونین به هر حال فرهنگ غرب فرهنگ منه، فرده. مثلا من میبینم دیگه توی سوئد فرده، میدونیدم علتش چیه. بله. وقتی که جامعه دموکراتیکه، حالا اصلا حالا یه عده ممکنه خوششون نیاد، یه عده بگن بابا اینا خیلی بی احساسن. نه اینجوری نیست. نه. وقتی جامعه دموکراتیکه یعنی که یک حکومتی، یک رژیمی داره دموکراتیک عمل میکنه، حقوق فرد، فرد انسانها باید رعایت بشه و فرد فرد باید مسئول باشه در برابر قوانین یک کشور. اینه که فردی میشه. یعنی من اگر که مثلا موامو میخوام کوتاه کنم، به دختر خالم نمیگم بیاد موامو کوتاه، حالا این روابط خصوصی به کنارا، ولی کلا که اون موی منو کوتاه کنه که من بعدا مثلا یه اتاقمو بهش بدم، اون پیرن منو. میدونی اینجا اینجوری نیست. شما موتو میری سلمونی کوتاه میکنی، به خونم که احتیاج داری به مسئول اداره خونه زنگ میزنی و میگی من احتیاج به خونه دارم. اونا هم که باید این خونه رو در اختیار شما بذارن، نه که دختر خاله من. اینجوری میشه که جامعه میشه فردی، جامعه ما میشه مایی، جمعی. چون دولتی نداشتیم هیچ وقت که دلش به حال من بسوزه. دقیقا جمع به هم دیگه کمک میکرده. همین الان شما نگاه کنین، مردم به هم دیگه کمک میکنن اگه یه آدم مستمندی میبینن. دولت که به کسی کمک هزینه زندگی نمیده، کمک هزینه مسکن نمیده، کمک هزینه بازنشستگی نه. اینه که جمع، گروه به هم دیگه کمک میکنن برای اینکه زنده بمونن. اینجا نه، فرد یه مسئول داره و خودش هم همینقدر مسئول در برابر قوانین. یعنی اینا بحثای خیلی جداگانه است. حالا ما رفتیم مثلا توی حاشیه، ولی به هر حال بحثایی که باید بشه و بدونیم. بله بله دقیقاً. خانم شاکری، من توی صفحه فیسبوکتون دیدم با چند نفر از شاهدین و شاکیان محاکمه حمید نوری عکس گرفته بودین. سوالم این است که بعد از شهادت این افراد، بعد از اینکه شهادت دادن، چه احساسی داشتن؟ شما چه احساسی نسبت به اونا داشتید؟ اولا که من خیلی خوشحال بودم که اینها زنده‌ان و شاهدن. خیلی خوشحال بودم که شهادتاشون هر کدوم گوشه های از این جنایت رو باز کرد و حرفای هر کدومشون زدن که خب خیلی تاثیرگذار بود تو پرونده. اما خودشون به هر حال اینا بچه هایی هستن که دارن همچنان ادامه میدن به این مبارزه علیه جمهوری اسلامی. براشون نباید راحت می بوده این مسئله، اما خب با همون قصدی که بعضی از بچه ها گفتن، بچه هایی که اومدن، بچه های مجاهدین مخصوصا گفتن که ما زنده موندیم و این مسئولیت رو شونمون بود که یک روزی بیایم بشینیم و به جای اون عزیزان از دست رفتمون زبان اونا باشیم، دهان اونا باشیم. و خب این احساس خوبه. خب به هر حال من میدونم که ناراحتی ها و اون فشارهاشون هم حتما باهاش کار خواهم کرد. بی فشار نیست این روزها برای هیچ کدوم از نه شاهدا، نه شاکیا، نه کسایی که اونجا میشینن و شاهد این دادگاه هستن و نه کسانی که دارن میشنون، دارن میبینن. همون من همونا رو میگم. حتی مثلا کسانی که هیچ کدوم از اعضای خانواده‌شون اعدام نشدن، زندانی نشدن، ولی وقتی اینا رو که میشنوه میگه از درون آتش میگیرم. میگم اگه تو اینجا هستی وای به حاله که اینا که اونجا نشستن. واقعا من یادمه که اتفاقا کانادا بود، خیلی سال، شاید 20 سال پیش، من کانادا یه برنامه داشتم در مورد همین یادمان قتل عام. یه کسی از من پرسید که شما بستگانتون هم اعدام شدن جزوه؟ گفتم که بعد یه متنی من نوشتم که تو جلسات بعد اینو میخوندم که من نه پدرم اعدام شده، نه مادرم اعدام شده، نه خواهرم، نه بچم، نه برادرم، اما من شاهد قتل عام عزیزترین، بهترین، فداکارترین و آرمانخواهترین انسانهایی بودم که
من مال اون نسلم که به دار آویخته شدن یا به تیرباران سپرده شدن. رفقای ما تو این بچه ها بودن. حتی اگر رفقام هم نبودن، من شاهد اون دوره هم. من دیدم روزنامه که سال 60 چاپ شد عکس دختران مجاهد رو که بعد نوشته بودن که بیان خانواده هاشون اینا رو شناسایی کنن. من شاهد لیستا بودم. من شاهد بودم. شاهد یه نسلیم. ما شاهد اون دوران بودیم دهه 60. بنابراین لازم نیست که کسی اعضای خانوادهش رو از دست داده باشه. لازم نیست کسی دوستش رو از دست داده باشه، رفیقش رو از دست داده باشه، برادرش و خواهرش رو. همین که شاهد اون دوران بوده، مال اون نسله، باید مسئوله، مسئولیم ما. دیدیم، عکس‌ها رو دیدیم، تو هر کوچه دیدیم که یه خانواده یواشکی رفته تو خونه برای بچهش. هنوز هستن خانواده هایی که جرأت نمی کنن از این رژیم حرف بزنن در ایران. هنوز هستند. شما خیال نکنین روزی که ایران آزاد بشه، اون وقت معلوم میشه که بیش از 30,000 شهید داشتیم بدون شک. بله، من همین الان خودم میشناسم خانواده ای که 3 تا بچهش اعدام شده و در ایرانه و من باش حرف زدم، گفتم که شما چرا؟ گفت نه، من الان نمیتونم حرف زدم، من 3 تا دسته گلم از دست دادم که بچه هاشون رو با بدبختی بزرگ کردم و این بچه ها اگر الان مشخص بشه که چیان کیان، همین ها رو میگیرن میکشن. بله، و بعد یه سری دیگه هستن که میدونین، میگم من چون با خیلی کار کردم با این قضیه مال بوسنیه و خب ایرانی هم با بچه های خودمون خیلی در تماسم، خیلی با خیلی دوستایی دارم که در زندان بودن، در زندان بچهش به دنیا آمده ولی نمیخواد اصلا. یعنی این وقتی ایران آزاد بشه، اون موقع یه نور امیدی هم در دل خیلی کسانی که این تراما رو درش رو سرپوش گذاشتن، اصلا نمیخوان راجبش حرف بزنن، نه ایران میرن، نه با ایران ارتباط دارن، مخالف 100%، زندگیشون نابود شده توسط این رژیم، ولی الان اینا دارن یه زندگی دیگری در تو همین سوئد میکنن و اصلا نمیخوان، حتی نمیان دم دادگاه. حتی به من گفت، من یکی از دوستان خودم گفت من حتی گوش نمیدم دادگاهو. میدونید براشون آسون نباد باشه. من درک میکنم چون این یه تراماست. اینجوری نیست که آدم بگه بابا عجب آدمی هستی، چطور گوش نمیدی، تو که خود تو زندان بود. نه، درک بکنیم آدما رو که هممون مثل هم نیستیم، هر کسی یه توانی داره، هر کسی یه جور میتونه و اون آدمم مطمئن باشید که یک روز در آزادی ایران در این سرپوش قلبشو بر میداره و اون وقت میگه همه رو. بنابراین اون موقعی که ایران آزاد بشه، میگم که صدها هزار نفر میان و میگن چه بلاهایی به سرشون اومده. دقیقا همینطوره. خانم شکر، شما از حمید نوری صحبت کردید که عدو اطفال در می آورده و اشارات می کرده و به حال تحریک می کرده بقیه حوزا رو به عکس العمل. توی صحبتهای خودش دو تا موضوع رو اصلا خودداری می کرد از اسم بردن. یکی اسم مجاهدین بود، یکی هم به زبون آوردن زندان گوهردشت. حالا مجاهدین من می فهمم چرا نمی خواست بکنه، ولی این زندان رو چرا کلن امتناع می کرد از اینکه به زبون بیاره؟ ببینید، وقتی که ما میگیم گوهردشت، خودش اسمش روه دشت گوهراست. دشت گوهرای بیبدیلی که در اونجا به دار کشیده شدن. بنابراین گوهردشت اسم بیمسمایی نیست، اسم معنیداریه روی این زندان. دشتیه که گوهرای ما رو اونجا به دار کشیدن. و بعد اسم زندان رجاشا اسمی که رژیم گذاشته. خب بنابراین نه، اصلا میخوان گوهردش اصلا وجود نداشته باشه. به همین علت همش میگه رجای شهر، میگه رجای، اصلا گوهردش وجود نداره، گوهردش چیه، رجای شهر. ولی اصلا مهم نیست، چون رئیس دادگاه همه میدونن که این همون زندان گوهردشته که ماکتش و مجاهدین ساختن و وسط دادگاهه. درسته، این همون زندانه که راهروی مرگ داره، که سالن اعدام داره، که چارپایی از زیر پای بچه ها کشتن، که جنازه های اینا رو تو کامیون ریختن و بردن بیرون. رئیسی تو هیئت مرگ بوده، حالا اسمش اون هرچی میگه، ولی همچنان گوهردشته و گوهردشت خواهد ماند و امیدوارم روزی که
تمام اون منطقه گلباران بشه به جای تک تک این عزیزان، واقعا لاله های کاشته بشه که یادآور اون عزیزان باشه. در مورد مجاهدین هم همینجور، این خیلی مسئله مهمی بود. این وقتی که میگه که من اگه که بگم مجاهدین وقتی برگردم ایران منو زندانی میکنن، خب بعد یکی بهش بگی که شما که میگین مجاهدین هیچ طرفداری ندارن، مجاهدین رو هیچکی نمیخواد، خب پس چرا میترسین حتی از اسمشون؟ چرا از اسمشون میترسین؟ البته به شما بگم تمام این حرفایی که میزنه سیگنال داره میده، علامت داره میده به رژیم که من سر موضعم، و خودش عملا میگه که من مدافع نظام جمهوری اسلامی هستم، من مدافع این نظامم، تا آخرشم تا پای جانم وای میسم. یعنی چیز حرکاتی میکرد که مثلا وقتی که فکر میکنم، وای الان حضور ذهن ندارم، یکی از خواهرای مجاهد بود که شاکی بود که 6 تا از برادراشو اعدام کرده بودن، از آلبانی هم مجازی وصل شده بود، وقتی که داشت میگفتش که دادگاه پرسید شما چند نفر بودین، گفت 6 تا برادرم بودن اعدام شدن، پدرم اینجوری، مادرم فوت کرد پدر، بعد نوری با وقاحت تمام دستشو برد بالا و شکر کرد. یعنی اینا نسل مجاهد رو میخوان وردارن، نسل مقاومت رو میخوان از بین ببرن. یعنی این قضیه حرکات اینجوری میکنه، شکر میکنه وقتی اینا میگه، مثلا یکی میگه که همه خانواده من اعدام شدن، شکر میکنه، میگه نمیدونم من اینجوری شدم، برادرم رو کشتن، به من یه ساک فقط دادن، شکر میکنه. همه اینا البته علامت دادن به رژیمه که ازش حمایت کنن و بدونن که این هنوز سر موزه لونت دهنشو باز نکرده. خودش هم گفت توی دفاعیاتش، گفت که من خیلی صحبت دارم، حتما اگه اسم بیارم فلان میشه چنان میشه، ولی نه یه برد اصلا صحبت نکرد سر این نکات افشاگرانه به قول خودش. نه نکرد، برای اینکه یه چیزایی هی گفت، البته هی رئیس دادگاه و دادستانا هم قطع میکنن به خاطر اینکه برن سر اصل مطلب، میدونید. ولی خب خیلی جالب بود. ولی یه نکته‌ای که کنت لوئیس این برگشت گفتش که در مورد مجاهدین همش میگفت منافق، همش میگه منافق یا میگه ام، الان میگه ام. ولی یه جا گفتش که این مجاهدین، یه چیز حرف جالبی زد، من اینا رو یادداشت کردم، اگه میدونستم همه رو میذاشتم جلوم که یادم باشه بگم بشم. گفت مثلا این مجاهدین همه رو حقش، یه چیزی گفت مجاهدین، که کنت لوئیس گفت چه خوب که تو خودت هم میگی مجاهدین. ولی خیلی دادگاه خوب داره پیش میره و بعد از شهادت بچه های چپ دیگه کارشناسا میان و وکیلا، جفری رابینسون میاد صحبت میکنه، بقیه کارشناسا میاد، البته یکی دوتا از کارشناسا کارشناسای لابی رژیم هن که حالا ببینیم چی میشه دیگه. باید فقط جلسه بعدی کیه خانم شاکر؟ جلسه بعدی روز پنجشنبه است که افشام روم هستش از اتحادیه کمونیستا، پنجشنبه 20 ژانویه. بله، و من یه نکته رو میخواستم بگم. وقتی که ما میگیم که جلادان و بعد این مسئله کلاب هاوس، بعد این خطایی که نوری به رژیم میده که ازش حمایت بکنن، از این طرف میبینیم که چقدر حرفامون زیاده. من فکر میکنم که شما باید دو سه قسمت بکنین این بحث رو. الان میفهمم بچه‌ای که تو دادگاه میشینن چی میخوان، همه چیشون رو بگم. حالا منم میخوام هر نکته‌ای که به ذهنم میرسه به شما بگم، که مهمه که در این مورد شما که یه رادیو دارین در این مورد صحبت کنین و بگین که اولا اینکه کلاب هاوس زمین رژیم از نظر من. یعنی شما تنها نیستی. نه، زمین رژیم از روز اولم بود. من یادم حتی که بچه ها من گفت شما خیلی خوبه، گفتم من نمیام تو زمین رژیم بازی کنم. بزنین تقش در میاد. حالا تقش کجا در میاد؟ اون جایی که اکبر خوشکوش رو دعوت میکنن، اون جایی که وزارت اطلاعاتی ها میان میشینن در مقام بازجوی خوب و بازجوی بد. اکبر خوشکوش اگه معرفی کنین ممنون میشم. اکبر خوشکوش کسی، خودش کسی بوده که در زندان بوده، زندانیا رو میگرفته، بعدن البته خود رژیم با این درگیر شد سر قضیه سعید امامی و بعد گرفته، خود اونا اینو گرفتن و بعد اما بازیایی که خود رژیم در میاره دیگه.
ولی بخشی از این رژیم شکنجهگر بوده، خودش به میرفته سوار ماشین میکرده، توابا رو میشونده، بغل دستش میبرده خونه تیمیا و بچه های مبارز رو میگرفته. خیلی معروفه، یه دشخیمه اونم، یه جلاده. خب و بعد این میاد و در کلاب هاوس و یه عده میشینن با این بحث و گفتگو میکنن و این اونجا میگه که خیلی خودتون رو دلخوش نکنین، حمید نوری رو هم آزادش میکنن، ما یه دولتیم. یعنی حرفایی که تخم ناامیدی و قدرتمند بودن خودشونو نشون بدن. و بعد حالا همه این حرفا و بحثا به کنار، یه عده که در اونجا میرن و متاسفانه بعضی وقتا چهره هایی که چهره های اپوزیسیون هن، چهره هایی هن که به هر حال بعضی هاشون خوشنام هم هستن، حالا اون چهره هایی که ظاهرن اپوزیسیون هن و خوشنام نیستن و میدونیم که نقششون چیه، اونا رو کاری نداریم. چرا مشروعیت میدین به حضور یک دشخیم، به حضور یک بازجو، به حضور یک جانی و جلاد که تو زندان اوین پدر آدم ها رو در آورده، پدر بچه ها رو در آورده؟ چرا مشروعیت میدین با حضورتون در اون اتاقا؟ اینا خودشون کسایی هن که باید بشینن محاکمهشون بکنیم ما. آه. بعد شما با یه بازی های یه بازجویی بعد میاد مثلا یه نفر از خودشون، باز دوباره از خود وزارت اطلاعات میاد میگه که شما خودتونم مثلا شکنجه کردین، بعد یه بازجویی بعد خوب میاد میگه پسرم اینجوری صحبت نکن، شما بچه های ما هستین، ما اگرم این کار رو کردیم، حالا اسمشو میذارین شکنجه، ما میخواستیم که شما راحت زندگی کنین، از شر اون مزاحمین خلاص بشین. یعنی ادامه این نوع کلاب هاوس ها به اونجا میرسه که بعد بیارن دونه دونه شکنجهگرا رو که اونا بگن که ما به خاطر اینکه شما در رفاه زندگی کنین، شما آرامش داشته باشین این کار کردیم. و بعد ادامهش میرسه که بیارن راننده کامیونی رو که جنازه ها رو برده بیاد بگه بله به ما گفتن که ما باید این اجساد نجس رو نمیدونم فلان رو ببریم برسیم دور که دفن کنیم که مردم ایران راحت زندگی کنن. اینجوری مشروعیت میدن، اینجوری باید ببینیم این کلاب هاوس ها رو. اجازه ندیم بایکوت کنیم، اجازه ندیم این جانیا بیان بشینن و مشروعیت پیدا بکنن که اصلا دهنشو باز کنه بخواد بگه که. بعد یه نفر دیگه میاد میگه نه آقا شما جوانای ما این، شما نسل خوب ما این، بیاین در آغوش وطن. یعنی اصلا یک شگردای وزارت اطلاعات داره به کار میبره. اینه که خواهش میکنم در این مورد یه ذره بیشتر افشاگری کنید، بیشتر باز کنید اصلا مشروعیت دادن. درست اینه اینه که خیلی از شکنجهگرا ساواکی های زمان شاه الان میان در تلویزیون ها میشینن مصاحبه میکنن، بله. به جای اینکه در دادگاه خلق بشینن محاکمه بشن به خاطر کشتن بچه های ما، به خاطر تیرباران کردن مبارزین ما تو زندان اوین، تو تپه ها، به خاطر بدار کشیدن و تیربارون کردن بچه های دستگل ما، مبارزین ما در زمان شاه. اینا باید بشینن جواب بدن، میارن با اینا مصاحبه میکنن. یعنی مشروعیت دادن به حضور جانی، اینو باید مواظب باشیم و جلوگیری کنیم، وگرنه یواش یواش بکنم رئیسی هم بیا تو کلاب هاوس شروع کنن برای که کرده دفاع کنه و دعوت کنه که جوانان بیاین، بیاین به مملکتتون خدمت کنین، بیاین که بکشیمتون. اینه که خواهش میکنم، این خیلی نکته ایه که من فکر میکنم که راجبش صحبت هرچی زیاد صحبت بشه به خوبه. یه شایعی هم انداخته بودن که گویا اکبر خوشگوش قراره بیاد به اروپا. گفت خودش گفت با وقاحت گفت من 5 ژانویه میام ایران، میخوان منو بگیرین، بیاین بگیرین. میام یعنی اروپا. آره میام اروپا، دخترش مثل که توی یکی از شهرها اینجا درس میکنه، بیاین منو بگیر. میدونی یعنی قلدر بازی، لات بازی، لومپن بازی که اصلا در خصلت این رژیمه. یعنی که ما قلدریم، بعد اینجوری میکنه خیال نکنین ما یه دولتیم، اینا که با یه دولت دهل میافتن. نوری رو آزاد میکنن، الان 2 تا قاچاقچی سعودی رو نگه داشتیم ما. یعنی میدونیم با وقاحت حرف زدن، درست همون وقاحتی که نوری تو دادگاه حرف میزنه، یه وقاحتی که یه پوشش داده به همه این جنایتکاران. که میدونین وقتی هم که بخوایم روانشناسانه این قضیه رو ما تحلیل بکنیم، این یه مکانیزم دفاعی از ضعفه. یعنی شما وقتی میبینی که زمین زیر پات لقه، شروع میکنی هارت و پورت کردن بی خودی،
یک دو تا شنیدم، یکی بهم گفتش که بابا این مال مامور رژیم گفته که بی خودی زحمت میکشین، نوری را آزار میکنن. گفتم گوش ندین بابا اینا. عجب، واقعا نباید گوش بدن. نه. ما در کنار این محاکمه یک فرد سوری رو هم داشتیم که بله محکوم شد به حبس ابد به نام انور رسلان، سرهنگ بله. سابق سوری بوده. نظرتون تو این رابطه چیه؟ چرا حکم این دادگاه رو یک حکم تاریخی میدونن خانم شاکری؟ ببینید، حکم این دادگاه خیلی تاریخیه از این نظر که این آدمی که به عنوان افسر اطلاعاتی بوده، این افسر سرویس مخفی بوده و بعد اومده به صف مخالفین سوری پیوسته، میدونی، یعنی شده یکی از اپوزیسیون سوری، اصلاح طلب شده مثلا. آره، بعد یه در دور خودش جمع کرده، بعد حتی میرفته این ور اون ور صحبت میکرده، این کارا رو میکرده که خونسا کنه پیشینشون. حالا این آدم رو بازداشت میکنن، شاهدان میان و نشون میدن که این ما رو شکنجه کرده و دادگاه آلمان این آدم رو محاکمه میکنه و به حبس ابد محکوم میشه. خب البته این چون کارایی که میکرده، یعنی مال سال 2012 است. بله. و اینا بردنش توی اصل صلاحیت، یعنی بردنش توی اون کاتاگوری. اما چیزی که مهمه اینه که رئیس انجمن قضات آلمان یا وزیر دادگستری آلمان، نمیدونم اسمش الان حضور ذهنم، مارکو نمیدونم چی، وزیر دادگستری آلمان، میگه که این یک حکمیه که نشون میده که جنایت علیه بشریت نباید بدون مجازات بمونه. این خیلی حرف مهمیه. بعد میگه مهم نیست که این کجا و چگونه انجام شده، مهم اینه که چه کسی اونو مرتکب شده و این چیزیه که حقوق بین المللی باید بر مبنای این استوار بشه. یعنی شما اگه سینی چایم گرفتی گذاشتی رو میز رئیس هیئت دادگاه، نقش داری تو جنایت. شوخی نیست این قضیه. و بعد این اصل صلاحیت جهانی چیزیه که از سال 2002 لازم الاجرا شده در آلمان، اما الان این آدم ها تو جرم جنایت علیه بشریتیه و همزمانش یه دادگاه در استکهلمه که این دادگاه هم رژیم ایران رو دچار وحشت کرده، کما اینکه دیدیم که عکس العمل نشون داد. بعد از ماها سکوت بالاخره عکس العمل نشون داد. چرا این عکس العمل نشون داد؟ میترسه که این پرونده قتل عام و کشتار هی دونه دونه باز بشه. میدونین این که میاد میگه نوری کارمند ساده بوده، کارمند ساده بوده، اولا که خودش اعتراف کرده که اسمش عباسی بوده تو زندان. درست. یه کارمند ساده چرا باید اسمشو عوض کنه؟ چرا باید اسم مستعار داشته باشه؟ خب این باعث شده که بترسه رژیم، وحشت کنه، نه فقط رژیم ایران، هر رژیمی که داره نسل کشی میکنه، منتها خب سرآمدش الان رژیم ایرانه. دقیقا. فکر میکنین چه پیامی داره برای آخوندها خانم شاکری؟ خب دادگاه آلمان پیامش همینه که این قضیه پرونده دادخواهیه که باز داره میشه و داره میره به حقوق بین الملل، یعنی میره در جوامع بین المللی باز میشه. و وقتی پرونده دادخواهی که خب مقاومت هم خب همینجور پشت این قضیه است، داره همینجور سازمان ملل به این ور اون ور داره چیز میکنه، این اگر باز بشه بعد دیگه سال 60 دیگه نمیتونه اینا ازش فرار بکنن. بعد دیگه فقط دهه 60 نیست، سال 60 و سال 67 نیست، بعد دادگاه آبانه، بعد نسل کشی آبانه، دی ماه اون کشتن دانشجوهاست، جنبش دانشجوهاست، سال 78، سال 78، سال 88، همینجور میاد جلو. بنابراین رژیم الان داره تمام سعی خودشو میکنه که یه جوری وحشتشو از این قضیه با همین عکس العملی که نشون داده نشون بده، چون دادگاه سوئد تأثیر میگیره از این حکم دادگاه آلمان، یعنی یه چیز بین المللیه. البته که خب مسئله احکام دادگاه سوئد توی یه کاتگوری دیگه هم هست که البته اینا رو بهتره که حقوق دانا راجبه صحبت کنن، من در حد همین خیلی کم میدونم اینو، یعنی بهتره که آدم صلاحیت داری در این مورد صحبت کنه. اما دادگاهی که در اینجا هست نقص قوانین بین المللی و قتل عامه،
مشارکت در جنایت جنگی علیه بشریت، در شکنجه زندانیان سیاسی و در جرم مستمر از جمله ناپدید شدن اینا. منتها این مسئله جنایت جنگی و پرونده جنبش دادخواهی رژیم رو واقعا از پا میندازه، یعنی کوتاه نیامدن سریع این. و خب خوشبختانه هر روز داره این قضیه در جوامع بین المللی راجبش صحبت میشه و این که اصلا مقاومت وایساده سریع این قضیه که به سرانجام برسونه جنایت علیه بشریت رو. بنابراین من اینو خیلی مثبت میدونم. کمان که شما نگاه کنید الان چقدر ما جنایتکار داریم از همین دشخیما و از همین عوامل رژیم که تو خود کانادا هم. بله. چقدرشون در همین اروپا هم. تو همین سوئد هم. تو آلمان هم. اینا یواش یواش خودشون رو باید جمع جور کنن دیگه. تو آمریکا هم کم نیستن. تو آمریکا هم که قربونش برم. بنابراین اینا همشون الان توی ترس و وحشتی قرار میگیرن. و هی سعی میکنن با قلدروازی و لاتبازی و ادای آدم قوی در آوردن و حکومت قوی در آوردن این ترساشون رو پنهان کنن. ایرانی های واقعا مبارز باید آگاه باشن، با چشم باز، با نگاه باز ما ببینیم. همین الان شما خیال نکنین، همین الان خود اروپا فهمیده که اینا چقدر خطرناکن برای امنیت خودشون. یعنی وقتی در سوئد دو تا برادر رو بازداشت میکنن که در مقامای بالای سازمان امنیتی سوئد بودن، ایرانی، و بعد در تمام مراکز فرهنگی اینا رژیم نفوذ کرده، در مراکز دانشگاهی، در مراکز تحقیقی. منتها اینجوری هم نیست که غرب ندونه، رژیم خیال نکنه خیلی زرنگه. اینا رو همه رو زیر نظر دارن، به موقعش که لازم باشه تک به تکشون رو بازداشت میکنن. حتی 5-6 نفر رو من شنیدم که الان دستگیرن ولی اسمشون اعلام نمیشه. چون فراموش هم زمینن نکنید که اون دفترچه سبزی که اسدالله برژی دست پلیس امنیتی اونجاست، دست پلیس امنیتی اونجا که فقط نیست که، اون دست پلیس امنیتی اروپاست. یعنی دونه دونه این آدم ها زیر نظرن. حالا رژیم هر قلدری که میخواد بکنه بکنه مهم نیست، اما با چشم باز ما باید باشیم و مستمر در راه مبارزه برای جنبش دادخواهی بدون لحظه توقف و بدون لحظه افشاگری و آگاهی با چشم باز و ترفندهای وزارت اطلاعات رو دقیقا بدونیم، ترفندهای وزارت اطلاعات سپاه رو بدونیم، درگیری های اینا با هم دیگه میتونیم ما ازش بهره برداری بکنیم، ولی درگیری های اینا با هم دیگه رژیم رو از پا نمیندازه. چون اینا نهایتا وقتی رژیم سقوط بکنه هر دو بخش باید بیان بشینن تو دادگاه. درسته. یعنی این بازی هاشون هم باد هوا میشه همه. یک نکته ای رو من بگم که من فکر میکنم در این موردم بد نیست که شما و دیگر دوستانی که رسانه دارن صحبت بکنن راجبش، و اون اینه که ما الان در یک لحظه تاریخی هستیم. الان این دادگاه نمادینی که برای دادخواهی آبان ماه در لندن برگزار شد، این خیلی خوبه. ای کاش که، امیدوارم که دیگر خانواده های نسل کشی اونها هم گروهی تشکیل بدن و پروندهی باز بکنن برای سال 88، پروندهی باز بکنن. مثلا ما قتلای زنجیری رو داشتیم، قتلای سیاسی زنجیری نویسندگان و روشنفکران. درست. ای کاش که خانواده های اینها هم یک پرونده دادخواهی باز بکنن. یعنی هرچی به تعداد این پرونده ها افسوده بشه، خب ما تیغ برنده تری داریم برای دادخواهی، جنبش دادخواهی و نشوندن این جانیان در دادگاه های بین المللی. خانم شاکری، همچون که شما هم توضیح دادید، هم دادگاه حمید نوری و هم دادگاه انور رسلان، به نظر میاد که مبحث دادخواهی رو دارن به شکل ویژه ارتقا میدن. سوالم این است که قدم بعدی چیه؟ دادخواهی به کجا میره؟ ببینید، من که نمیتونم بگم قدم بعدی چیه، اما میتونم بگم که با این ایستادگی که ما داریم برای جنبش دادخواهی، قدم بعدی محکومیت تمامیت این رژیم و درخواست نشوندن رئیسی و اژه‌ای و خامنه‌ای در دادگاه‌های بین‌المللی، یعنی مشروعیت رو از این رژیم گرفتن،
مشروعیت رو به مقاومت مردم دادن. این باید قدم بعدی ما باشه، یعنی باید در این راه کوشش بکنیم و خوشبختانه فکر میکنم همه آگاهن و همه میدونن که این تنها راه ماست که پرونده های دادخواهی رو ضخیم‌تر کنیم. سال 88، سال 78، سال یعنی تمام این نسل کشی بوده. مهم نیست که شما در یک نسل کشی 1000 نفر کشته باشی یا 100 نفر، نسل کشتی. و بعد اینا نسل کشی فیزیکی بوده، ما نسل کشی نسل اینتلیجنت کشتن، اینا یعنی آگاهی کشتن، آدمایی که میتونستن اصلا خیلی اثرگذار باشن. به هر حال یعنی پرونده دادخواهی قتلای زنجیره‌ای رو باز بکنن، کوتاه نیان. میبینیم الان مثلا شما نگاه کنید ببینید در ایران زیر اون سرکوب این مادران آبان چگونه وایستادن. واقعا درود بهشون، واقعا درود بهشون. یعنی وایستادن میگه من خصم تو هم، اصلا من وایستادم تو رو سرنگون کنم، کوتاه نمیام، بزنین بکشین هر کاری میکنه. و این باید خیلی گسترده تر بشه، باید همه حمایت کنن داخل خودی، باید باشه برای بقیه واقعا. بله. و اینکه واقعا من وقتی که بکتاش و آبتین رو واقعا به قتل رسوندن، امیدوارم، خیلی هم سعی میکنم با بچه ها در ایران به حال بگم این خواستمو، که این بچه هایی که قتلای زنجیره‌ای، خانواده قتلای زنجیره‌ای، نویسندگان و روشنفکرانی که در قتلای زنجیره‌ای اونجور فجیع کشته شدند، اینا خانواده هاشون الان باید یک پرونده دادخواهی باز بکنن. یعنی کاریه که فکر میکنم خیلی 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 مهمه، خیلی مهمه. منتها خب من اینجا هستم، اونا خب توی فضای دیگری هستن، اون فضا هم فضای سرکوبه، اینا رو هم همه رو درک میکنم، ولی به هر حال میتونن در خارج از کشوری ده این کارو بکنن، کسانی که تخصصشو دارن. امیدوارم این یک زنگی باشه که بهش دقت، اونایی که تخصصشو دارن، آگاهی دارن بهش، بتونن این پرونده رو استارت بزنن و باز کنن، چون خیلی مهمه. واقعا خیلی شما مهمه. نویسنده بکشی، نویسنده بکشی، اتوبوس نویسنده چپه بکنی، بعد نویسنده رو با بچهش بکشی، با چاقو گردنشو یعنی اصلا نویسنده، شاعر، اسلحه دستش نبوده که بگی. چون حمید نوری میگه بله ما قتل عام کردیم با وقاحت تمام، اما کسانی رو که مسلح بر علیه ما بودن و با وقاحت تمام میگه ما رفتیم کردستان قتل عام کردیم کردها رو در دادگاه، چون اونا مسلح بودن. ما مجاهدین رو در کرمانشاه قتل عامشون کردیم چون مسلح بر علیه ما بودن. یعنی با وقاحت میگه این حرفو، نمیگه که چرا مسلح بر علیه شما بودن، نمیگه که خودشون دفاع میکردن، نمیگه که شما چگونه نسل رو از بین بردین و اونا همه خواستن در شروع این انقلاب ضد سلطنتی برای ساختن این مملکت بیان، شما اومدین با انحصار طلبی و دزدیدن این انقلاب، با اسلحه از کمیته ها اومدین تو خونه های مردم رو گشتین، به حقوق انسان ها تجاوز کردین و هیچ راه دیگری نذاشتین جز اینکه مردم، گروه های مبارز از خودشون دفاع کنن، مقاومت کنن در برابر خشونت دولتی شما. حرف فراوونه، من فکر کنم زمان برنامه‌تون رو طولانی کردم، ولی یک نکته ای رو که باید بگم و حیفه که اینو نگم، بگم که دادگاه حمید نوری فصل دیگری از همبستگی رو روبروی دادگاه بود. خواستم همینو بپرسم که دستاورد این دادگاه چیه برا. خیلی زیبا بود. یعنی واقعا اینو همش چندین بارم گفتم، بازم تکرار میکنم، میدونم تکراریه، اما این یه بزنگاه تاریخی بود، خصوصا در خارج کشور، که خب با این شکافایی که افتاده بود و مرزبندی ها و اینا، که در این بزنگاه تاریخی نیروهای واقعی سلطنت طلب، مبارزین واقعی نشون دادن، مرز کشی کردن بین خلق و ضد خلق، بین نیروی واقعی و حامی مردم و دادخواه واقعی تا اپوزیسیون تو گیومه، اپوزیسیونی که بیاد با وقاحت تمام رو به عکس شهدا اون عمل شنیع انجام بده.
یعنی اینجا واقعا مرزکشی شد که علارغم هر گونه اختلاف نظر سیاسی، اختلاف نظر سیاسی خیلی هم خوبه، رشد دهنده است، باید باشه، اینجوری نیست که نباید باشه، خیلی عالیه، نقد اختلاف نظر سیاسی عالیه، اما در بزنگاه تاریخ ما در کنار هم میایستیم و روبروی به دادگاه همه با هم در جنبش دادخواهی قرار میگیریم و این خیلی زیبا بود و هست و ادامه داره و واقعا جای خوشبختیه که رژیم با تمام ترفندهایی که به کار برد که این شکاف رو ایجاد کنه، دادگاه نوری واقعا نشون داد که اونجایی که لازم باشه نوک تیز حمله ما به سمت نیروی ضد خلقه، حتی اگر ادای اپوزیسیون از خودشون در بیارن. دقیقا همینطوره. خانم شاکری خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتید و در این گفتگو شرکت کردید، مشاهدات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. من هم مثل خیلی های دیگه بی صبرانه منتظر روزی هستم که سران رژیم، خامنه ای، رئیسی، اژه‌ای و بقیه که اسمشون رو ما میدونیم یا نمیدونیم در برابر قاضی بشینن، توی دادگاه حضور پیدا کنن و محاکمه بشن. حتما همینطور خواهد شد. جهان مگه بدون پاسخگویی اصلا چیزی هست که پاسخ نداشته باشه؟ ممکنه دیر یا زود بشه، اما این قانون طبیعته، حتما این اتفاق خواهد افتاد. ممکنه حتی من بگم ممکنه حتی به عمر منم قد نده، اما مگه شما میتونین ساکت نگه دارین این رود خروشان خون اون عزیزان رو؟ این داره همینجور غلیان پیدا میکنه، این موجش همینجور داره همه رو میگه نسلهای بعدم، یعنی ما نباشیم نسل بعدی میاد جلو، ما هستیم ولی من خیلی امیدوارم که ما خواهیم بود و شاهد خواهیم بود و دست در دست هم همه دادخواهان اون روزی رو که این رژیم سرنگون بشه، مشروعیت شاید دست بده و این جانیان بشینن توی دادگاه خلقی و ما بشینیم و خیلی دموکراتیک محاکمشون کنیم. این خواست منه. حتماًم میدونم که انجام خواهد شد، چون با مقاومتی، با مبارزینی روبرو هستیم که همه خواستشون لغو اعدامه. خواست اصلی ما لغو اعدامه در رژیم آینده و دادگاه‌های مستقل. وقتی که یک جمهوری کسرتگرا باشه، وقتی یک قانون اساسی درست بر مبنای جدایی دین از دولت باشه، وقتی یک قضایی مستقل داشته باشیم، وقتی لغو اعدام جزء قوانینمون باشه، حتما دادگاه‌های دموکراتیک و مستقل خواهیم داشت که خانواده‌ها با فراغ بال بیان بشینن و حرفاشون رو بزنن. اون روز دیر نخواهد بود. باهاتون موافقم، حتما دیر نخواهد بود. روزتون بخیر خانم شاکری. روز شما هم بخیر، برقرار باشید. شد آهسته آهسته رساتر گر شود این ناله ها فریاد می گردد فریاد می گردد فریاد می گردد
Baby.